به نامی خداوندی بخشنده مهربان، دانش آموزان عزیز، دوستان گرامی، سلامی گرم مرا پذیرا باشید. دوستان، در ادامه بررسی مباحث فصل دوم فیزیک 11 رشته های تجربی و ریاضی، در این جلسه تأثیر تغییر مقدار مقاومت متغیر بر روی مدار الکتریکی را مورد بررسی قرار میدیم. بنابراین موضوع تدریس امروز ما تغییر مقدار مقاومت متغیر و تأثیر آن بر روی مدار الکتریکی است. خب دوستان، اگر اندازه مقاومت متغیر مدار رو افزایش بدیم یا کاهشش بدیم، مقاومت معادل مدار چگونه تغییر میکنه؟ جریان عبوری از مولد چگونه تغییر میکنه؟ جریان کل مدار چگونه تغییر میکنه؟ ولتاژ دو سر هر یک از مقاومت های مدار یا ولتاژ دو سر مولد چگونه تغییر میکنن؟ همچنین جریان عبوری از هر کدام از مقاومت ها چگونه تغییر میکنه؟ و یا توان مصرفی مقاومت های مدار چگونه تغییر میکنن؟ بنابراین ما در این جلسه تأثیر تغییر مقدار مقاومت متغیر مدار رو بر روی هر یک از کمیت هایی که بیان کردم مورد بررسی قرار میدیم. بنابراین کارمون رو با حل یک مسئله آغاز میکنیم. مسئله رو روی تخته نوشتم، مسئله رو میخونم ابتدا و بعداً مسئله رو حل میکنم. مسئله ما میگه در مدار الکتریکی شکل روبرو ولت سنج ها و آمپر سنج ها ایدئالن. خب ولت سنج ایدئال ولت سنجی است که مقاومت الکتریکی اون بی نهایت باشه، یعنی از این ولت سنج جریانی عبور نمیکنه، بلکه ولت سنج تنها ولتاژ دو سر مقاومتی که به اون وصل شده را اندازه گیری میکنه. در اینجا ولت‌سنج شماریه که به صورت موازی با این مقاومت بسته شده، ولتاژ دو سر این مقاومت رو اندازه گیری میکنه. بنابراین این مقاومت رو من در اینجا اسمش رو میذارم R1، یعنی ولت‌سنج شماریه اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت R1 رو اندازه میگیره. همچنین ولت‌سنج شماره 2 که به صورت موازی به دو سر مولد بسته شده، ولتاژ دو سر مولد رو اندازه میگیره و از این ولت‌سنج جریان الکتریکی عبور نمیکنه. و گفتیم اگر در شاخه ولت‌سنج قرار داشته باشه، اون شاخه انشعاب به حساب نمیاد، یعنی در اینجا ما اینو انشعاب حساب نمی کنیم، یعنی اینجا گره نیست، اینا گره نیستن. خب بنابراین ما در اینجا یک مدار تک حلقه تک مولد داریم با دو تا مقاومت خارج. خب آمپرسنج ایدئاله، یعنی مقاومت درونی یا مقاومت آمپرسنج صفره، بنابراین فقط جریان عبوری از مدار رو اندازه میگیره. مقاومت های مدار یکیشون R1 و مقاومت متغیر مدار رو R2 مینامم. خب اگر به تدریج مقدار مقاومت متغیر رو افزایش بدیم، خب برای افزایش مقدار مقاومت متغیر مدار باید لغزنده این رئوستا را به طرف راست ببریم. خب اگر به طرف راست ببریم لغزنده را، خب میبینید قسمتی از رئوستا که در مدار قرار میگیره بیشتر میشه، بنابراین مقاومت مدار بیشتر میشه و در نتیجه مقاومت معادل مدار که بیشتر شد، جریان عبوری از کل مدار کاهش پیدا میکنه. خب اعداد آمپرسنج و ولت‌سنج ها چگونه تغییر میکنن؟ این سوال در امتحان نهایی خرداد سال 88 رشته تجربی مطرح شده، بنابراین سوال مهمیه. خب جریان الکتریکی عبوری از مدار در این جهته، خب
این جریان کل به این شیوه است. خب این دوتا مقاومت ما متوالی هستن، چون گفتیم اینها انشعاب محسوب نمیشن، بنابراین این دوتا پشت سر هم بسته شدن و بین اونا انشعاب یا گرهی وجود نداره، بنابراین آر دو و آر یک متوالی هستن. بنابراین اگر اندازه آر دو افزایش یابد، خب در نتیجه مقاومت معادل مدار که میشه آر یک به اضافه آر دو، آر یک ثابته، آر دو افزایش پیدا کرده، در نتیجه مقدار مقاومت معادل مدار افزایش مییابد. خب در نتیجه خب طبق این رابطه آی برابر با ای تقسیم بر آی ای کیوی به اضافه آر. خب در اینجا ای و آر کوچک ثابت هست، یعنی مقاومت درونی ثابته، نیرو محرکه یه مولد هم ثابته، اما مقاومت معادل مدار افزایش یافته. خب در اینجا سرعت کسر ثابته و مخرج کسر افزایش یافته، بنابراین کل کسر کاهش پیدا میکنه، یعنی جریان عبوری از مدار یا جریان کل مدار کاهش پیدا میکنه و آن پرسن جریان کل مدار رو نشون میده، در نتیجه عدد آمپرسنج کاهش می‌یابد. خب اما ولتسنج شماری یک، ولتسنج شماری یک ولتاژ دو سره مقاومت آر یک رو اندازه میگیرد. خب در نتیجه وی یک مساوی با آی یک آر یک. خب در اینجا آر یک ثابته و چون این مقاومت ها متوالی هستند، در نتیجه آی یک برابر با آی دو برابر با آی کل، آی کل کاهش یافته، در نتیجه جریان عبوری از مقاومت آر یک کاهش پیدا میکنه، در نتیجه عددی که ولتسنج شماره یک نشون میده کاهش پیدا میکنه، در نتیجه عدد ولتسنج شماره یک کاهش مییابد. اما در مورد ولتسنج شماره دو، ولتسنج شماره دو ولتاژ دو سر، ولتاژ دو سر مولد را اندازه میگیرد. خب در مدار تک حلقه تک مولد ولتاژ دو سر مولد از این رابطه به دست میاد، V برابر با E منهای I R. خب در اینجا E ثابته، R هم ثابته. خب جریان عبوری از مولد همان جریان کل مداره، جریان کل مدار کاهش یافته. خب این جمله کم میشه، بنابراین کل این عبارت افزایش پیدا میکنه، یعنی V افزایش مییابد. خب در نتیجه عدد ولتسنج شماره دو افزایش مییابد. دوستان قبل از اینکه مسئله دوم رو حل کنم به دو نکته خیلی مهم اشاره میکنم. نکته اول ما اینه، اگر
اندازه مقاومت متغیر در هر مداری افزایش یابد مقاومت معادل مدار نیز افزایش می‌یابد و برعکس. خب در اینجا دو نوع مدار رو مورد بررسی قرار میدم. مداری که در اون مقاومت های مدار به صورت متوالی بسته شده اند. خب فرض میکنم که مقاومت آرسه یه مقاومت متغیره. خب مقاومت معادل این سه مقاومت متغیر از این رابطه به دست میاد، چون اینا متوالی هست. میشه R1 به اضافه R2 به اضافه R3. اما در اینجا R1 و R2 ثابت هست. اگر R3 یعنی مقاومت متغیر افزایش پیدا کنه، در نتیجه مقاومت معادل مدار نیز افزایش پیدا میکنه. و اگر RC کاهش پیدا کنه، REQ یعنی مقاومت معادل مدار نیز کاهش پیدا میکنه. اما اگر دو تا مقاومت موازی هم داشته باشیم، R1 و R2، که R2 ما مقاومت متغیر باشه و دو سر این مجموعه به یک مولد وصل شده باشه، خب در اینجا اگر R2 افزایش یابد، خب در نتیجه REQ چه تغییری میکنه؟ REQ ما میشه R1 ضرب در R2، R1 به اضافه R2. اگر دو تا مقاومت موازی باشن، مقاومت معادلشون از این رابطه به دست میاد، مقاومت معادل این دوتا. خب در اینجا R2 افزایش پیدا کرده، بنابراین من R2 و R1 رو مجزا از هم می نویسم و از R2 در اینجا فاکتور می گیرم. این میشه R1 تقسیم بر R2 به اضافه 1. خب R2 با R2 حذف میشه و در نتیجه داریم REQ برابر با R1 به اضافه R1 تقسیم بر R2. خب R1 ما در اینجا ثابته، بنابراین این مقاومت ثابت مداره. اما اگر R2 افزایش پیدا کنه، خب این کسر کاهش پیدا میکنه، یعنی در کل مخرج کسر کاهش مییابد. خب در این کسر چون صورت کسر ثابته اما مخرج کسر کاهش یافته، در نتیجه کل کسر افزایش پیدا میکنه، یعنی مقاومت معادل مدار افزایش مییابد. بنابراین اگر مقدار مقاومت متغیر مدار افزایش یابد، مقاومت معادل افزایش پیدا میکنه و برعکس این نیز صادقه. اما نکته دوم ما چه میگه؟ نکته دوم ما در مورد مدارهای شبیه اینه. خب نکته دوم، اگر در مداری مشابه یا در مدارهای مشابه مدار شکل دو اگر اندازه مقاومت متغیر افزایش یابد، جریان
کل مدار و جریان عبوری از مقاومت متغیر قطعاً کاهش می‌یابد، اما جریان عبوری از مقاومت R1 ممکن است افزایش یابد یا ثابت باقی بماند. اگر ولتاژ دو سر R1 افزایش یابد، I1 نیز افزایش می‌یابد، و اگر ولتاژ دو سر R1 ثابت باقی بماند، خب I1 نیز ثابت باقی می‌ماند. خب آیا می‌تونیم این نکته را اثبات کنیم؟ خب اکنون این نکته را اثبات می‌کنیم. خب در اینجا این شکل یک ماست، این هم شکل دوی ما. خب در مدارهای مشابه مدار شکل دو، اگر اندازه مقاومت متغیر افزایش پیدا کنه، خب جریان کل مدار و جریان عبوری از مقاومت متغیر قطعا کاهش پیدا میکنه، یعنی جریان کل و جریان آیدو قطعا کاهش پیدا میکنه. خب ببینیم اینجوریه یا خیر. خب آیدو در اینجا افزایش پیدا کنه، مقاومت ماده نیز افزایش پیدا میکنه. بنابراین اگر آیدو افزایش یابد، مقاومت معادل مدار R2 افزایش می‌یابد. خب وقتی R2 افزایش پیدا می‌کنه، خب جریان کل مدار میشه E تقسیم بر R2 مدار به اضافه R درونی، یعنی مقاومت درونی مولد. این دوتا که ثابتند، اما R کل زیاد شده. خب در نتیجه جریان کم میشه، یعنی جریان عبوری از مولد یا جریان کل مدار کم میشه. اما آیا جریان عبوری از این مقاومت نیز کم میشه؟ خب ابتدا ببینیم ولتاژ دو سر این دوتا چه تغییری میکنه. خب ولتاژ دو سر مولد برابر با این ولتاژ دو سر مولده برابر است با V1 برابر است با V2، اما ولتاژ دو سر مولد از این رابطه به دست میاد، میشه ای منهای آی آر. خب ای ثابت، آر هم ثابت، اما جریان عبوری از مدار کم شده، این کم شده. خب بنابراین این جمله کم میشه و در نتیجه کل این عبارت زیاد میشه، یعنی ولتاژ دو سر مولد زیاد میشه، افزایش پیدا میکنه، یعنی V1 افزایش مییابد. اگر V1 افزایش پیدا کنه، طبق این رابطه V1 میشه I1R1. خب در نتیجه اگر V1 افزایش یابد، R1 ما ثابته، در نتیجه I1 نیز افزایش پیدا میکنه. خب در اینجا اگر ولتاژ دو سر R1 افزایش پیدا کنه، I1 نیز افزایش پیدا میکنه،
جریان عبوری از مقاومت آرایی ممکنه افزایش یا ثابت باقی بمونه. خب اگر ولتاژ دو سر R1 افزایش پیدا کند، جریان عبوری از R1 یعنی R1 نیز افزایش پیدا میکنه. خب وقتی V1 زیاد میشه R1 زیاد میشه، اما R2 چی؟ خب اما ما داریم R1 کل طبق قاعده انشعاب کریشوف میشه R1 به اضافه R2. خب در اینجا جریان کل کم شده، R1 افزایش، خب جریان کل کم شده اما جریان عبوری از این شاخه افزایش پیدا کرده، در نتیجه حتما باید جریان این شاخه کم بشه، در نتیجه این کاهش مییابد. یعنی جریان عبوری از مقاومت متغیر قطعا کاهش پیدا میکنه. اما اگر آر درونی صفر باشه، بنابراین اگر مقاومت درونی مولد صفر باشه، در نتیجه ولتاژ دو سر مولد میشه منهای IR. خب اگر این صفر باشه این جمله صفره و ولتاژ دو سر مولد میشه E. خب وقتی این ثابت باشه اینم ثابته، در نتیجه V1 برابر با V2 چون موازی هم برابر با V1 کل. چون این ثابته این دوتا نیز ثابت باقی میمونند. خب V1 ثابت باشه ما داریم V1 برابر با I1 R1. V1 ما ثابته، R1 ما نیز ثابته، بنابراین I1 ثابت میمونه، I1 ما ثابت میمونه اگر ولتاژ دو سر R1 ثابت باقی بمونه. اما در مورد I2 میشه V2 برابر با I2 R2. خب در اینجا I2 میشه V2 تقسیم بر R2. خب V2 ما ثابت اما R2 افزایش، این افزایش، در نتیجه I2 کاهش. بنابراین در مدارهای شبیه این اگر اندازه مقاومت متغیر افزایش پیدا کنه، حتما جریان کل مدار و جریان عبوری از مقاومت متغیر کاهش پیدا میکنه، اما جریان عبوری از شاخه موازی اون ممکنه ثابت باقی بمونه یا ممکنه افزایش پیدا کنه. اگر ولتاژ دو سر این مقاومت یا این مجموعه افزایش پیدا کنه، این نیز افزایش پیدا میکنه I1، و اگر ثابت باقی بمونه I1 نیز ثابت باقی میمونه، که با استفاده از این نکته میتونیم تست ها را سریعتر در امتحانات بزنیم. اما مسئله بعدی ما، مسئله بعدی ما میگه در مدار مقابل مولد آرمانی است، یعنی مقاومت درونی مولد صفره. خب اگر R2 یعنی مقاومت متغیر افزایش پیدا کنه، R2 افزایش مییابد. خب اعداد آمپرسنج های A1 و A2 به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می کنند؟ خب اگر طبق نکته قبلی عمل کنیم، وقتی اندازه مقاومت متغیر افزایش پیدا می کنه در هر مداری، مقاومت معادل نیز افزایش پیدا می کنه و در نتیجه جریان کل کاهش پیدا می کنه. بنابراین در اینجا نمی تونیم هیچ گزینی رو حذف کنیم، اما قطعا جریان عبوری از مقاومت متغیر نیز کاهش پیدا میکنه، یعنی A2 ما که این قسمت میشه کاهش پیدا میکنه، یعنی این دو گزینه 3 و 4 حذف میشن. بنابراین
میمونه گزینه یک و دو. اما در اینجا چون مقاومت درونی مولد صفره، بنابراین V برابر با E منهای آی آر، مقاومت درونی مولد صفر باشه، ولتاژ دو سر مولد برابر E، یعنی ثابت باقی میمونه ولتاژ دو سر مولد. در نتیجه ولتاژ دو سر آر یک و ولتاژ دو سر آر دو ثابت باقی میمونه و اگر ولتاژ دو سر مقاومت آر یک ثابت باقی بمونه، جریان عبوری از اون نیز ثابت باقی میمونه. در نتیجه گزینه یک درسته. اما اگر این نکته رو یادمون نبود چی؟ خب میایم به صورت تحلیلی سوالمون رو حل میکنیم و جواب تست رو پیدا میکنیم. خب در اینجا آر دو افزایش پیدا کرده، در نتیجه آر ای کیو نیز افزایش مییابد. خب در نتیجه جریان کل چی میشه؟ میشه ای آر ای کیوی به اضافه آر. خب اگر ای ثابت باشه، خب آر درونی هم که صفر اینجا، ولی آر ای کیو افزایش پیدا کنه، کل این کسر کاهش پیدا میکنه، یعنی جریان کل کم میشه. بنابراین عدد آمپرسنج A کاهش مییابد. خب این جریان کل. اما ولتاژ کل، خب ولتاژ کل از این رابطه به دست میاد، V برابر با E منهای I R. چون مولد ما آرمانیه، مقاومت درونی نداره و ولتاژ دو سر مولد برابر E میشه. خب در نتیجه ما میتونیم بنویسیم V یک برابر با V دو، چون این دوتا موازی همن، و برابر V کل و برابر E. خب V کل ثابته، در نتیجه هم V دو ثابته هم V یک ثابت باقی میمونه و در نتیجه داریم اگر V دو ثابت باقی بمونه، خب V دو برابر با I دو R دو. خب در نتیجه I دو برابر با V دو R دو. خب در اینجا R دوی ما افزایش یافته، اما V دو ثابت، در نتیجه کل کسر کاهش پیدا میکنه، یعنی I دو کاهش. و در مورد آی یک هم میشه وی یک بر آر یک. خب این دوتا هم وی یک ثابته هم آر یک ثابته، در نتیجه آی یک ثابت باقی میمونه. در نتیجه عدد آمپرسنج A کاهش پیدا میکنه، عدد آمپرسنج شماره یک ثابته و عدد آمپرسنج شماره دو یعنی آی دو کاهش پیدا میکنه، یعنی گزینه یک درسته. اما یه سوال مکملی رو در پایین نوشتم، میگه در سوال فوق اگر مولد آرمانی نباشد. بنابراین سوال مکمل ما میگه آر مخالف صفر باشه، یعنی در این شکل آر داشته باشیم. خب اعداد آمپرسنج های A1 و A2 به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر میکنن؟ خب اگر آر دو افزایش پیدا کنه، خب با استفاده از نکته مهمی که قبل از این سوال بیان کردیم این سوال رو حل میکنیم. خب آر دو افزایش مییابد. خب وقتی آر دو افزایش پیدا کنه، آر ای کیوی ما نیز افزایش مییابد. خب در نتیجه جریان کل چی میشه؟ کم میشه. جریان کل و جریان عبوری از مقاومت متغیر کم میشه، آی و آی دو کم میشوند. خب آی دو کم شد، خب و
بنابراین گزینه دو یا گزینه چهار یک و سه حذف میشن. اما در مورد آی یک، در مورد آی یک چون اینجا ولتاژ دو سر مولد تغییر میکنه، ببینید ای ثابت، آن هم ثابت، اما جریان کل کم شده، این کم شده. خب اگر این کم بشه کل این کس افزایش پیدا میکنه، کل این عبارت. بنابراین در اینجا وی افزایش پیدا میکنه. وقتی ولتاژ دو سر این مقاومت ها افزایش پیدا کنن، یعنی ولتاژ دو سر وی یک افزایش پیدا کنه، در نتیجه آی یک نیز افزایش پیدا میکنه. در نتیجه آی یک افزایش پیدا میکنند. خب آی یک افزایش و آی دو کاهش، بنابراین گزینه چهار میشه. خب اگر این نکته یادمون نبود، باید مسئله رو به صورت تحلیلی حل کنیم یا سوالو. اگر آر مخالف صفر باشه، خب در نتیجه، خب در اینجا آر دو افزایش پیدا میکنه. خب وقتی آر دو افزایش پیدا کنه، در نتیجه مقاومت معادل این دوتا، یعنی آر ای کیوی مدار، افزایش مییابد و در نتیجه جریان عبوری از مدار، ببینیم چه تغییری میکنه، میشه آر ای کیوی به اضافه آر. خب در اینجا ای ثابت، آر هم ثابت، آر مخالف صفر، در اینجا آر ای کیو زیاد شده، افزایش، در نتیجه مخرج کسر افزایش پیدا کرده، کل کسر کاهش پیدا میکنه، یعنی آی کل کاهش پیدا میکنه. خب در نتیجه ما میتونیم بنویسیم ولتاژ دو سر مولد یا وی یک برابر با وی دو برابر با وی کل میشه ای منهای آی آر. ولتاژ وی یک برابر وی دو برابر با وی کل یا ولتاژ دو سر مولد که میشه ای منهای آی آر. ای ثابت، خب آر هم ثابت، اما آی جریان کل کم شده، کاهش. خب این جمله کم میشه، بنابراین کل این عبارت افزایش پیدا میکنه، یعنی اینها افزایش مییابند. خب وقتی که وی یک افزایش پیدا کنه، در نتیجه آی یک میشه وی یک تقسیم بر آر یک. خب آر یک ثابته، وی یک افزایش پیدا کنه، صورت کسر افزایش پیدا کرده، مخرج ثابته، بنابراین کل کسر، یعنی آی یک افزایش مییابد. بنابراین آی یک افزایش فقط در گزینه چهار هست. در نتیجه آی دو، آی کل برابر با آی یک به اضافه آی دو از قاعده انشعاب کریشهوف، جریان کل تقسیم میشه آی یک، یک قسمتش از آر یک میگذره و قسمت دیگرش از آر دو. خب در اینجا آی کل چی شده؟ کاهش، اما آی یک افزایشه، بنابراین حتما آی دو کاهش مییابد، یعنی جریان آمپرسنج آی دو، عددی که آمپرسنج آی دو میخونه، کاهش مییابد. بنابراین مسئله بسیار جالبی بود. میریم رو سوال. اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه در مدار شکل مقابل آر سه را از صفر تا بی نهایت افزایش میدیم. خب آر سه ما مقاومت متغیر است، مثلا میتونه یه پتانسیومتر باشه،
مقدار این پتانسیومتر رو از صفر تا بی نهایت افزایش میدیم. خب یعنی مقاومت متغیر مدار از صفر تا بی نهایت تغییر میکند. خب میگه جریان عبوری از R2، ما جریان عبوری از R2 رو I2 مینامیم. خب میگه I2 چگونه تغییر میکند؟ خب گزینه ها رو هم داده. خب اگر R3 صفر باشه، یعنی مقاومت متغیر رو کاهش میدیم و مقدار مقاومت متغیر رو به صفر میرسونیم. خب اگر این صفر باشه یعنی چی؟ یعنی در اینجا ما یه سیم رابط داریم. خب وقتی یه سیم رابط داشته باشیم، دو سر مقاومت R2 به وسیله یه سیم بدون مقاومت به هم وصل شده، یعنی R2 اتصال کوتاه شده. بنابراین این مقاومت از مدار ما حذف میشه، یعنی جریانی از R2 نمیگذره، یعنی I2 ابتدا صفره. بنابراین I2 صفر است اگر R3 صفر باشد، چون مقاومت R2 اتصال کوتاه شده و از آن جریانی نمیگذرد. خب اما جریان مدار رو میتونیم به دست بیاریم. جریان کل مدار در این حالت میشه E، خب در این حالت میشه R eq به اضافه R. خب EC ولته، R درونی هم صفره، اما تنها مقاومت خارجی مدار این مقاومت 5 اوهمی است. جریان کل مدار در این حالت 6 آمپره. اما اگر این مقاومت رو، یعنی R3 رو اندازش رو افزایش بدیم، خب اندازه R3 رو افزایش میدیم تا به بی نهایت میرسه. خب وقتی اندازه مقاومت R3 بی نهایت شود، خیلی خیلی زیاد شود، خب مثل بولسنج از این R3 اصلا جریانی نمیگذره. خب بنابراین این R2 ماست که برابر، خب 10 اوهم بود فکر کنم، R2 ما برابر 10 اوهمه. خب بنابراین وقتی که اندازه مقاومت R3 بی نهایت بشه، خب مثل ورسان ازش جریانی نمی گذاره، یعنی این حذف میشه. خب در نتیجه R3 از مدار حذف می شود. خب وقتی R3 از مدار حذف بشه، مدارمون بدین شکل در میاد. خب در نتیجه ایو داریم 30 ولت، مقاومت درونی که صفره. خب R2 ما که 10 اوهمه، خب جریان I2 ازش می گذره و R1 ما نیز برابر با 5 اوهم. میبینید که مدار ما ساده میشه، این دوتا مقاومت ما متوالی هم، بنابراین مقاومت R2 با R1 متوالی میشود. خب در نتیجه خب داریم، خب میتونیم R eq به دست بیاریم، میشه 10 به اضافه 5 میشه 15 اوم. خب جریان I2 برابر با I1 برابر با I کل میشه، چون این دوتا متوالی هست. I کل هم برابر با R eq به اضافه R. خب در اینجا E ما 30 ولته. خب
مقاومت درونی صفره و مقاومت خارجی مدار هم 15 اوم. خب میشه 2 آمپر. یعنی در این حالت جریان عبوری از شاخی اصلی مدار و مقاومت آر دو 2 آمپر میشه و با هم دیگه برابره. خب یعنی از 0 تا 2 آمپر تغییر میکنه جریان عبوری از آر دو. بنابراین گزینه 0 است. اما سوال بعدی ما، سوال بعدی ما میگه در مدار شکل مقابل باتری و ولتسنج آرمانی هستند. خب باتری ما آرمانی است، یعنی مقاومت درونی نداره، یعنی آر برابر صفره. بنابراین اینجا من می‌نویسم آر مساویه با صفر. خب و ولتسنج آرمانی، ولتسنج آرمانیه، یعنی مقاومتش بی نهایته، یعنی مقاومت آن خیلی خیلی بزرگه یا بی نهایته. خب وقتی که مقاومت این ولتسنج بی نهایت باشه ازش جریانی نمیگذره. بنابراین این دوتا مقاومت ما که مقاومت آر یک و یک مقاومت وابسته به نوری که من اینجا اینو آر دو مینامم، این دوتا مقاومت متوالی هم میشن چون پشت سر هم بسته شدن و بین اونها انشعابی وجود نداره، چون شاخهی که ولتسنج آرمانی قرار داره انشعاب محسوب نمیشه. بنابراین مدار ما خیلی ساده است، جریان از اینجا میاد و از آر یک و دو میگذره و دوباره به مقابل برمیگرده. بنابراین در اینجا ما میتونیم بنویسیم آر یک و آر دو متوالی هست. خب اگر نور محیط رفته رفته کم بشه، بنابراین نور محیط کم می شود، میگه عدد ولتسنج چگونه تغییر میکنه؟ عدد ولتسنج چگونه تغییر میکنه؟ خب وقتی که نور محیط کم بشه در مقاومت های LDR، مقاومت های وابسته به نور، اندازه مقاومت افزایش پیدا میکنه. و اگر نور محیط زیاد بشه، یعنی نوری که به اونها میتابه زیاد بشه، اندازه مقاومتشون کاهش پیدا میکنه. در نتیجه وقتی که نور محیط کم میشه اندازه مقاومت LDR یا Light Dependence Resistor، خب اندازه مقاومت وابسته به نور ما چه میشه؟ افزایش پیدا میکنه، افزایش مییابد. یعنی چی؟ یعنی آر دو افزایش مییابد. خب وقتی آر دو افزایش پیدا کنه، خب آر ای کیو چی میشه؟ معادل این دوتا مقاومت متوالی میشه آر یک به اضافه آر دو. آر یک که ثابته، اما آر دو افزایش یافته. خب اگر آر دو افزایش پیدا کنه، مقاومت معادل ما افزایش مییابد. خب وقتی مقاومت معادل افزایش پیدا کنه، جریان عبوری از مولد و از مقاومت ها ببینید چه تغییری میکنه. آی برابر با آر ای کیو به اضافه آر. آر درونی که صفره، این صفر. نیرو محرکی مولد هم که ثابته، اما اندازه مقاومت خارجی افزایش یافته. در نتیجه این کسر کاهش پیدا میکنه، یعنی جریان کل مدار کاهش مییابد. آی کم میشه، کاهش مییابد. خب جریان عبوری از مقاومت آر یک و مقاومت آر دو با هم دیگه برابرن و در نتیجه
اینها نیز کاهش پیدا می‌کنند. در نتیجه آی یک برابر با آی دو برابر با آی، و چون آی کاهش پیدا می‌کنه این دو تا هم کاهش می‌یابند. خب وقتی آی یک کم بشه ولتاژ دو سر آی یک چی میشه؟ در نتیجه وی یک برابر با آی یک آر یک. خب آی یک کاهش، اینم ثابت آر یک، یه مقاومت ثابتیه، در نتیجه ولتاژ دو سر آر یک کاهش پیدا میکنه. خب اما ولتاژ دو سر آر دو که توسط وسنت اندازه گیری میشه چی؟ خب در نتیجه در اینجا ما میتونیم بنویسیم ای برابر با، چون این مولد آرمانی ولتاژ دو سرش میشه نیرو محرکش، و در نتیجه ای برابر با وی یک به اضافه وی دو. خب ولتاژ یا این ای تقسیم میشه بین مقاومت ها. در اینجا ای ثابت اما وی یک کاهش یافته، بنابراین وی دو باید افزایش پیدا کنه تا مجموع این دوتا ثابت بشه، یعنی گزینه یه درسته.